آنچه تا هنوز از گزارش ها در مورد فاجعه دیروز مرزی ایران میشنویم واقعا تکان دهنده است. برای ما افغانستانی ها خبر کشته شدن مهاجرین در مرز یک خبر آشناست. هر سال ما چند خبری از کشته شدن چند نفر در مرز ایران میشنویم و سالها هست که این اتفاقها تکرار میشه. اما آنچه که از دیروز تا حالا در مورد این فاجعه میشنویم که جزئیات دقیقی هم به دست ما قرار نگرفته، یک فاجعه واقعا هولناک است. یک اشتباه سرباز مرزی نیست، یک عصبانیت سرباز و فرماندهی مرزی نیست. وقتی بیش از 300 نفر به رگبار بسته میشن و نزدیک به 250 نفر بدفاع و غیر مسلح کشته و زخمی میشن، برای ما میگه که این یک فاجعه است که قبلا براش برنامه ریزی شده. در تمام سطوح دولتی ایران این تصمیم گرفته شده و بعد فرمان این تصمیم سپرده شده به نقطه مرزی تا اجرا شود. ما تا چند ماه گذشته یک موج تازه و خشنتری از افغانستان ستیزی در ایران را شاهد هستیم که دولت هم پا به پای این خشونت ها و پا به پای این ستیزی با افغانستانی ها به پیش میره، از وضعیتی به وجود آمده برای بقای خودش و برای مصروف ساختن مردم ایران دار استفاده میکنه. این فاجعه نشان میده که دولت ایران با خلق چنین جنایت هولناکی میخواد روشنتر و واضحتر برای مهاجرین افغانستان و افغانستانی ها هشدار بفرسته که اگر به ایران بیاین یا در مرز و یا در داخل ایران سرنوشتشان ای است. در چنین موقعیتی شاید میشه از انتظار اولی و انتظار قانونی را از سازمان‌های بین المللی حقوق بشری، از سازمان‌هایی که در امور مهاجرت کار می‌کنند و یک سری تعهدات بین المللی در مورد مهاجرت را در کشورهای مختلف به پیش می‌برند، شاید انتظار اول این باشه که ما بخواهیم عاملین این اتفاق مورد بازپرسی قرار بگیرند و محاکمه شوند و به جزایشان برسند. اما آنچه که من میخوام با تأکید کنم، سازمان های بین المللی نیست. حرف من طرف مردم ایران هست، مردمی که 4 دهه شد در خفقان جمهوری اسلامی دست و پا میزنند و تازه 2 سال پیش ما با جنبشی زن زندگی آزادی این امید را در دلهای من زنده کرده بودیم که آزادی در ایران سر بلند کرده و تا فروریزی رژیم تمامیت خواهی جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه. متاسفانه در ماهای اخیر ما شاهد چهره دیگری از ایران هستیم، چهره ای که از سوی یک عده راستگرای افراطی، یک عده واپسگرای افراطی علیه مهاجر افغانستانی نشان داده میشه و دقیقاً با تصاحب شعارهای زن زندگی آزادی میآید در خیابان و علیه مهاجر افغانستانی شعار میده که از یک رژیم تروریستی فرار کرده و به برادرخوانده اون رژیم که جمهوری اسلامی باشه پناه آورده. آنچه این اتفاق برای ما میگه ای هست که این فقط یک تصمیم گیری دولتی و اجرا توسط سرباز مرزی هم نیست. این ادامه شعار مرگ بر افغانیست که در خیابانهای ایران توسط مردم ایران سر داده شد و اکنون در مرز و توسط نظامی ها دار اجرا میشه. مردم ایران باید ببینن و باید بدانن که جمهوری اسلامی در حال ساختن یک چهره خطرناک و وحشتناک از ایران هست.
این چهره دیگه اگر ساخته شوه، اگر همین گونه پیش بره که این فاجعه یکی از امکانهای خشونت این چهره است، میتونه در آینده تکرار شوه و فاصله مردم با جمهوری اسلامی رو برداره. اون فاصله ای که ما طی دهه ها امیدوار بودیم بین مردم و جمهوری اسلامی بیفته، و این فاصله باعث شوه که جمهوری اسلامی دست کم روزی از میان برداشته شوه. ولی جمهوری اسلامی داره با موجی شانه میده و همراهی میکنه که وضعیت بعد از خودش را بدتر از خودش بسازه، وضعیت بعد از جمهوری اسلامی را تبدیل بکنه به یک چیزی مثل خودش یا بدتر از خودش. آنچه امروز ما در ایران و در خیابانهای ایران و در رسانه‌های اجتماعی از ستیزی با مهاجران افغانستانی داریم مشاهده میکنیم، یک فاشیزم آریانه، یک فاشیزمی که برهنه است، سر تا پا داره خودش را نشان میده که با برگشتی به گذشته، با رویای واپسگرایی به گذشته فارسی، در حال شکل دادن یک امکان خشونت تازه است، امکانی که در تقلای عبور از جمهوری اسلامی و شکست در این تقلا خودش را به سوی مهاجر بیپناه افغانستانی مواجه می سازه و در تلاش است که خشونتش را اینجا خالی بکنه. ما در رسانه‌های جمعی و اجتماعی تحلیل‌های مختلفی از این گروه را داریم میبینیم، این که اینها آمدن پول را از ایران خارج میکنن، اینها کارگرها را تصاحب کردن، اینها آمدن فرهنگ ما را تغییر میدن، اینها آمدن نسل ما را تغییر میدن. همه این خوانش ها از حضور مهاجران افغانستانی در ایران خوانش است که از سوی ولایت فقیه، از سوی رژیم توتالیتر و تمامیت خواهی جمهوری اسلامی و نیروی سایبری این رژیم تمامیت خواه هر روز داغتر میشه، و سوی دیگر گروه دیگری که تا پارسال علیه جمهوری اسلامی شعار سر میدادند و حالا زیر عنوان ایرانی با فرهنگ آمده علیه مهاجر افغانستانی شعار سر میتن، هر دوی این جریان در حال ساختن یک چهره جدید از ایران هست. چهره‌ای که شاید ظرفیت این چهره و ساختن این چهره در ایران و فرهنگ آریایی و این افتخار با گذشته همواره وجود داشته، اما با ورود موج تازه از مهاجرین افغانستانی پس از حاکمیت رژیم تروریستی طالبا در افغانستان این داره خیز بر می‌داره. و آنچه که در دره ساروان اتفاق افتاده، آنچه که خبر از کشته شدن و زخمی شدن نزدیک به 250 نفر مهاجر بدون دفاع و مهاجر بیپناه افغانستانی رو میته، این تعریف یک میدان تازه از خشونت هست و ما به این خشونت به عنوان آخرین خشونت روبرو نیستیم. باورم این هست که این آغازی به یک امکان خشونتگری تازه است. وقتی انسان افغانستانی در ایران و در خیابان‌های ایران و در رسانه‌های جمعی و اجتماعی ایران توسط دو گروه راست افراطی فاشیستی در ایران انسانیت زدایی میشه، در موقعیت حیوانی تقلیل پیدا داده میشه و ارزش های انسانی از او گرفته میشه، اینها هست که زمینه قتل عام این انسان را فراهم میسازه. امروز در نقطه مرزی اتفاق افتاده، فردا در داخل ایران به توسط مردم غیر مسلح ایران اتفاق خواهد افتاد. ما هیچ آدرسی نداریم که ازش امیدوار باشیم کار بکنه جز مردم ایران، جز مردمی که دهه ها برای رسیدن به آزادی تلاش کردند، جز مردمی که طعم تلخ رژیم
تروریستی و تمامیت خواهی جمهوری اسلامی را می دانن، جز مردمی که رنج مردم افغانستان زیر کنترل رژیم تروریستی طالبان را درک می کنن. انتظار ما از این مردم هستی ایران را نجات بتن و نجات ایران وابسته به نجات ایران از جمهوری اسلامی نیست. ایران همان طوری که ضروری و لازم است که باید از جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنه، باید از این موج تازه راسیستی و فاشیستی هم نجات پیدا بکنه. پشت این موج هر کسی که باشه هم آینده ایران را نابود میکنه و هم آینده منطقه‌ای که به ایران وابسته است را نابود میکنه. ما میبینیم که طی 4 دهه نسخه ولایت فقیه به شکل‌های مختلفی در منطقه ما داره باز تولید میشه و نمونه جدیدش را در افغانستان داریم میبینیم. اگر این فاشیسم ایرانی بیاید و میدان بعد از جمهوری اسلامی را تصاحب بکنه، مسلما این نوعی تازه از خشونت را در منطقه میگذاره که هم ایران و هم کشورهای منطقه سالها درگیر این موج ویرانگر خواهند بود. چیزی که در آینده ایران و افغانستان همه همکاری ها را نابود میکنه و جلوی هر نوع همگرایی منطقه‌ای را در منطقه ما میگیره. همگرایی که ما امیدوار هستیم با عبور از این رژیم های تمامیت خواه به اون برسیم، به اون امکانی که اشتراکات فرهنگی، اشتراکات زبانی، قومی، نژادی، گروهی و تمدنی منطقه را در آینده به عنوان امکان وصل ببینه و بتانه در منطقه وا افتاده ما همگرایی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را رقم بزنه تا انسان وامانده در خشم طبیعت و جنگ‌های ویرانگر چند دهه اخیر در این منطقه بتانه به انسانیت خودش بیندیشه، به امکان زندگی انسانی و به امکان زیستن با ارزش‌های انسانی. سپاسگزارم.